تا اینجا صفحات رو که طراحی کردیم برای کارهای به اصطلاح اگر من روی پروتوتایپش برم برای کارهایی که هم تو ادامه داره و میاد پایین و میتونن ببینن. ما باید یک دونه طراحی دیگه انجام بدیم برای حالت پروتوتایپ این کار. کاری که انجام میدم میام ابزار ایجاد سفر رو انتخاب میکنم، روی گزینه وب کلیک میکنم، همون ابعادی که قبلا کار کردیم. ابعاد این ابعاد الان 1366 در 764، این کمی متفاوته. میام روی این ابزار و 1366 در 764 فکر میکنم. و من 1366 764. خب این رو پاک میکنم. از این میتونم کپی بگیرم و تعداد چند صفحه ایجاد کنم. توی کارم 6 صفحه، 1 2 3 4 5 6 صفحه کار کردم. 6 صفحه رو هم ایجاد میکنم. پنل لایه ها رو برم یه سر بزنم. این حالت من می‌نویسم حالا مثلا تک صفحه یا وان پیج، مابقی رو میام اسم گذاری میکنم. وان پیج یا میتونم از اینجا مثلا شماره بدم 1 2. ببینید اینجا هم تغییر میکنه، پس فرقی نمیکنه که توی کدوم قسمت این کار رو انجام بدیم. یه تایید بزنین که اوکی بشه. اگه مطمئن این صفحات درسته اینجا این کار رو انجام. ترتیب صفحات چون ما کپی کردیم، ترتیب صفحاتمون به همین صورت درست. خب میام مطالب رو از اینجا انتخاب میکنم، کنترل سی توی این صفحه اول، کنترل وی. ببینید کامل اینجا قرار میگیره. باز مجددا اطلاعات این صفحه رو، کنترل سی کنترل وی. یه نکته که اینجا یادم رفته بگم، میخواین شما بعضی موقع توی کاراتون صفحات روشن دارید، تو صفحات روشن خیلی راحت بیاین فیل رو مثلا تیره کار کنید. حالا ممکنه مثلا از همین گزینه های خود اینجا و این هم برای بوردر، تو صفحات تیره این کار رو انجام بدین که این رو برای اینجا هم بعد انجام بدیم. میتونم پاک کنم یا اون رو بیارم یا اینجا هم همین کار رو انجام بدم. صفحه سوم کنترل سی کنترل وی. این کپی کردن ها توی اکستی خیلی راحت تره. خب این قسمت یکم جا به جا شد. اینجا هم که یادتونه چرا چنین کاری کردیم. این هم احتیاج داره به اینکه سیاه باشه اون قسمتش. حالا من فعلا دست نمیزنم. یادتون باشه هر جای کارتون ایراد داشت همونجا اصلاح کنید یا اینکه برای خودتون یادداشت کنید.
من خیلی وقتا توی فایل هام مثل همین کاری که اینجا دارم انجام میدم، یعنی حالا مثلا ممکنه یک صفحه مثل زیر این داشته باشم، مثلا کارهایی که بعدم بخوام انجام بدم اضافه میکنم. تغییرات آتی مثلا، و اینجا مثلا می نویسم که چه چیزهایی داشته باشه. مثلا می توانستم نقاط کنار، نقاط کنار صفحه روشن تیره بشن. خب این کارهایی که بعدا می خواهم انجام بدم اینجا می ذارم به صورت یک نوت که بعدا این کار رو انجام بدم. حالا بیم سراغ پروتوتایپ این قسمت. کاری که انجام میدم میام روی پروتوتایپ. خب حالا من میخوام زمانی که یک کسی روی این گزینه کلیک میکنه رو همین صفحه باشه، زمانی که روی این گزینه دوم کلیک میکنه بیاد صفحه بعد، یعنی روی دایره دوم. خب کاری که انجام میدم دایره دوم رو انتخاب میکنم، کلیک میکنم، میام داخل. من آن گروپ کردم قبلش، یادتون باشه، چون اگه گروپ باشه ممکنه جواب نگیرین یا بعد مثلا به این صورت دوبار کلیک کنید که بیاد روی همون گزینه. مثلا نگاه کنید، من روی این گزینه الان رسیدم، این رو کلیک میکنم میارم اینجا. خب یه سری تنظیماتی داره اینجا، میتونه مثلا نشه تب روش که بره اتفاق ترانزیشن اتفاق بیفته، بعد به کدوم صفحه بره که اینجا هم میتونید مشخص کنید، مثلا به صفحه یک مثلا بفرض، یا مثلا صفحه 3 الان هم میخواییم بریم، حالتش به چه صورت باشه، چه مدت زمانی باشه، یا همینجا این یکیو میکنیم تب ترانزیشن دستینشن رو میزنم انجام بدیم، بعد بیاییم تغییر بدیم صفحه 1. خب چه اتفاقی میفته؟ من اگر این رو شروع کنم الان پریویو بزنم، شما سایت رو اینجوری میبینید، وقتی که روی این گزینه بزنم میره صفحه 2، پس برگردم میشه صفحه 1. ما بقیه رو هم میشه به همین صورت کار کرد. حالا شما موقع کار کردن الان این گزینه حرکتش به این طرفه، میتونید مشخص کنید که مثلا به چه صورت باشه، مثلا من بگم اسلاید آپ باشه. خب حالا یه بار دیگه ببینیم، دیدید؟ الان یکی هم باید اسلاید داون بذاریم که هماهنگ بشه. باز مجددن این یکی رو اسلاید آپ. حالا یک بار دیگه پریویو رو میزنم، شروع میکنم، نیخوایی سلایت آب، سلایت داون. بستگی داره به چیزی که شما میخواین توی کارتون باشه.